الحسين أيامنا وسيدي حسين بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با قسمت دیگر از دقایقی از قیام در خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستیم. تسلیت میگم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان بیننده. ببینیم دوستانمون در این برنامه چه موضوعی رو برای ما و شما آماده کردند. مقام علمداری در دشت کربلا متعلق به قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود. حکایات زیادی در باب علمداری حضرت عباس علیه السلام در مقاتل آورده شده، اما من یکی از اونها رو برای شما گلچین کردم تا خدمتتون عرض بکنم. زمانی که اموال غارت شده شهدا رو از کربلا به نزد یزید ملعون آوردند، علم یا پرچم بزرگی در بین این وسایل بود که تعجب همه را برانگیخته بود. این علم پر از تیر بود و نشانه‌هایی از ضربات بسیار که بر اون علم وارد شده بود، اما یک جای اون علم سالم بود، دستگیره اون علم که علمدار اون رو در دست داشت. یزید ملعون با دیدن این علم پرسید این علم متعلق به کیست؟ گفتند متعلق به عباس ابن علی علیه السلام. یزید از شدت تعجب چند بار از جای خودش بلند شد و نشست و سپس گفت بنگرید بر این علم که همه جای اون نشان از تیر و ضربات وارده بر اونه و تنها دستگیره اون علم سالمه. این مطلب نشون دهنده اینه که علمدار کربلا آقا ابوالفضل عباس علیه السلام تیرهایی که بر دستان مبارکشون وارد می‌شده رو تحمل می‌کرده، اما دستگیره علم رو رها نمی‌کردن تا علم بر زمین بیفته. وفاداری آقا ابوالفضل عباس تا این حد بوده. یزید ملعون گفت ناسزا زیبنده تو نیست ای عباس، این است معنای وفاداری برادر به برادرش. پنج امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده اند. چشم خداوند چو دست تو دید، بوسه زد و اشک ز چشمش چکید. یا حسین یا حسین